سر خط خبرها. آغاز واکسیناسیون کرونا در اتحادیه اروپا. هلال احمر ایران مسئول خرید 1 میلیون دوز واکسن از چین شد. نتیجه خودداری ترامپ از امضای مصوبه کنگره برای کمک به آسیب دیدگان کرونا. حقوق بیکاری میلیون ها آمریکایی قطع شد. اعلام تخلفات گسترده در خصوصی سازی نیشکر هفت تپه. رئیس سازمان بازرسی گفته که واگذاری انجام شده مشمول فسخ است. و خیز ماشین های برقی برای گرد و خاک کردن در مسابقات اتومبیل رانی. سلام شما، عصر یک شنبه‌تون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. اتحادیه اروپا واکسیناسیون کرونا را شروع کرده. در مرحله اول واکسن شرکت‌های فایزر و بایوانتک به افراد آسیب پذیرتر تزریق می‌شود. این واکسن را همه کشورهای عضو اتحادیه تحویل گرفتند. اما در ایران مشخص نیست که واکسن کرونا کی به دست مردم خواهد رسید. فرین آسمی گزارش می‌دهد. یک شنبه تاریخی، آغاز واکسیناسیون کرونا در چند کشور اتحادیه اروپا. اینجا در سوئد اولین دوز واکسن شرکت فایزر به مردی 89 ساله زده شد. و اینجا در دانمارک اولین واکسن ساعت 8 صبح به یک شهروند 79 ساله تزریق شد. این هم خوشحالی وزیر بهداشت دانمارک از آغاز واکسیناسیون در کشورش. در آلمان تزریق واکسن کرونا دیروز از این خانه سالمندان شروع شد، یک روز قبل از آغاز رسمی واکسیناسیون. تخمین زده شده که حدود 4 میلیون دوز واکسن در 5 هفته آینده در این کشور به مردم زده شود. این هم آندری بابیش، نخست وزیر جمهوری چک، اولین کسی که در کشورش واکسن کرونا زد. او گفته می‌خواهد الگوی بقیه شود تا همه واکسن بزنند. واکسن کرونا که از اتحادیه اروپا وارد شد به معنای امید است. این امید که به زندگی عادی برخواهیم گشت. سازمان بهداشت جهانی گفته اپیدمی کنونی آخرین اپیدمی دنیا نخواهد بود. اما این روزها واکسن تنها امید برای نجات جان انسانها، بازگشت به زندگی عادی و نجات اقتصاد است. این خیابانهای مادرید پایتخت اسپانیاست در قرنطینه. کشوری که اوایل شیوع کرونا یکی از بیشترین آمار ابتلا را در اروپا و در دنیا داشت. اولین دوزهای واکسن شرکت فایزر دیروز به اینجا رسید. اینجا هم اتریش، نخستین محموله واکسن با حضور صدر اعظم و وزیر بهداشت رونمایی شد و بعد به سالمندان واکسن زده شد. اما در ایران هنوز امیدی برای دریافت واکسن به این زودی ها وجود ندارد. تاکید بیشتر مسئولان بر تهیه واکسن ایرانی است. دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا گفته ستاد اجرایی فرمان امام شرایطی فراهم کرده که ایران تا 1 ماه دیگر میتواند ماهانه 1.5 میلیون دوز واکسن کرونا تولید کند. وزیر بهداشت هم از کیفیت واکسنی که ایران میسازد تعریف کرده. مسیر تهیه واکسن خارجی رو داریم طی میکنیم. اون بحث کوواکس رو خوشبختانه با مکانیزمی حل کردیم. عنقریب برای خرید از منابع غیر کوواکس هم انشالله خبرهای خوشی رو به مردم خواهیم داد. شرط ما خرید واکسن مطمئن، حتما انشالله در آینده نزدیک اثبات خواهیم کرد که واکسن داخلیمون ارجح نسبت به خیلی از واکسن‌هایی که تو دنیا می‌سازن. هلال احمر هم اعلام کرده واکسنی که وارد خواهد کرد چینی است. منبعی که خود ما می‌خوام خرید بکنیم منبع چینی هست و رو اون قسمت ما راحت‌تر هستیم و به خاطر خب ارتباطات بیشتری که با این حوزه هستش. همیشه یه دغدغه که وجود داره رو شما بهش اشاره کردید، این که چقدر این سلامت هست این واکسن و این منبع مطمئنه. البته امارات متحده عربی و کویت اینها خریدشون واکسن چینی بود و شروع کردن واکسیناسیون عمومی رو. این برندی که شما میخواید بخرید مطمئنه بازها رو، چون یه مقدار اسم چینی که میاد آدم تن و بدنش میلرزه. نه، کارشون تو این زمینه مشکل خاصی نداره. همه واکسن ها و همه داروهایی که وارد کشور میشه کنترل های شدیدی توسط سازمان غذا و دارو اعمال میشه. در روزهای گذشته کاربران زیادی با هشتگ واکسن بخرید در شبکه‌های اجتماعی از دولت ایران خواستند به جان انسان‌ها اهمیت بدهد و واکسن بخرد. درخواستی که وزیر کشور ایران آن را فضاسازی حمایت شده از طرف کشورهای خارجی نامیده. مقام‌های مسئول در ایران در هفته‌ها و روزهای اخیر حرف‌های ضد و نقیضی درباره تأمین واکسن کرونا از خارج زدند. ابتدا گفتند به خاطر تحریم برای خرید واکسن مشکل دارند و بعد گفتند این مشکلات رفع شده.
اما هنوز مشخص نیست ایرانی‌ها چه زمانی می‌توانند مانند مردم خیلی از کشورها واکسن کرونا بزنند و به زندگی عادی برگردند. فرین عاصمی، بی بی سی. دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه از لندن با ما هستند. آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سازمان بهداشت جهانی میگه که در حال حاضر حدود 50 تا واکسن هست که در دست آزمایشه. هیچ کدوم از این واکسن‌ها، حتی اونهایی که اسمشون رو بیشتر شنیدیم این روزها، یا به تایید سازمان بهداشت جهانی رسیدن؟ وگرنه این تایید به چه شکلیه و چقدر طول می‌کشه؟ درود بر شما. همونطور که می‌دونید، واکسن‌ها برای اینکه تایید بشن توسط منابع علمی و به خصوص سازمان بهداشت جهانی و یا سازمان‌های اصلی علمی دنیا، می‌بایستی از فاز 3 تحقیقات عبور بکنند، نتایجشون رو به طور شفاف چاپ بکنند و به اطلاع مردم برسونند تا ما بدونیم که این واکسن‌ها در دوز پیشنهاد شده در جمعیت بسیار بالا مشکلی رو ایجاد نخواهند کرد. همطور که مستحضر هستین، تنها واکسن‌هایی که تا به حال چنین شفافیتی رو داشتند واکسن فایزر و همینطور واکسن مدرنا بوده. واکسن آکسفورد در نیمه راه این مسئله هست. اون آماری که از واکسن آکسفورد بیرون آمده بر اساس 1400 بیمار بوده که سنشون زیر 55 سال بوده و اینها آمار جدیدشون رو هم تقدیم کردن و امیدواریم که این واکسن هم سومین واکسن تایید شده باشه. بقیه واکسن هایی که گفته شده در تمام دنیا، هیچ کدومشون از نظر استانداردهای بین المللی اروپا و یا آمریکا قابل تایید نیستند، به خاطر اینکه هیچ کدوم از اینها فاز سوم تحقیقات واکسن رو تکمیل نکردند. وقتی میگه فاز سوم، مشخصا یعنی چی؟ شما در فاز 1 و 2 واکسن رو به طور محدود بررسی میکنید. مثلا اگر صحبت در مورد واکسن های چینی است، در حال حاضر واکسن ساینوواک و واکسن ساینوفارم این دوتا هستن. واکسن ساینوواک که معروف‌ترین واکسن چینی است، فقط دوتا مقاله در موردش چاپ شده، یکی برای 114 نفر، یکی برای 600 نفر. یعنی این واکسن فقط آمارش برای 744 نفر در کل دنیا به معرض عموم رسیده. هیچ کس نمیدونه که این واکسن بر به قول معروف در مردم اثرش چگونه هست. حتی مستحضر هستید، ماه اکتبر وقتی که این رو در کشورهای دیگر اومدن تحقیق بکنن در موردش، حتی یک مورد مرگ بود که بعدها گفته شد که این ربطی به واکسن نداره و هنوز اینها هیچ کدوم به طور شفاف نیومده. واکسن معروف دوم چینی ساینوفارم هم هفته پیش تحقیقش در پرو متوقف شد بعد از عوارض جانبی که محتمل میدن به واکسن ربط داشته باشه و خب باید پیگیری شه. این چیز غیر طبیعی نیست که عوارض دیده بشه. چه اساسی چین داره این واکسن رو صادر میکنه؟ حالا ما میدونیم که الان ایران هم میخواد از واکسن چینی بخره، ولی ایران تنها کشور نیست. سنگاپور از واکسن چینی خریده، برزیل خریده، میدونیم که آفریقا قراره که بخره میزانی از واکسن رو. واکسن ساینوواک رو همونجوری که میدونید اندونزی اولین کشوری بود که خرید و خب ترکیه و همونجوری که فرمودید برزیل قرار هست اینها رو بگیرن. ضمن اینکه همونجوری که عرض کردم مسئله فاز سوم، یعنی مرحله سوم تحقیقاتی این واکسن ها به هیچ وجه مشخص نیست. با توجه به که سابقه که چین داره در خود بیماری کووید خیلی سابقه شفافی نبوده در پنهانکاری هایی که کرده، یه مقداری من فکر میکنم که ما باید تعامل بیشتری داشته باشیم در قبول اینها و اینها مسلما از فاز سوم تحقیقاتی نگذشتن و به هیچ وجه این واکسن ها در استاندارد اروپا و آمریکا نخواهند بود. در مورد مسئله دیگری که در مورد این واکسن ها هست، مثلا ساینوواک اعلام کرده که 300 میلیون دوز فقط میتونه توی 2021 تولید بکنه. ما باید در نظر داشته باشیم که با توجه به جمعیت خود چین و اینکه این چه مقداری از این صادر میشه، ما این برای 150 میلیون نفر کافی خواهد بود فقط. متشکرم از توضیحات شما دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت های ویژه با ما. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. جمعیت هلال احمر ایران میگوید بهمن و کولاک 2 روز پیش در اعترافات تهران جان دست کم 11 نفر را گرفته. عملیات جستجو که به دلیل شرایط جوی نامساعد از دیروز متوقف شده بود، صبح امروز از سر گرفته شد. میگفته مدیر هلال احمر استان تهران ممکن است هنوز مصدومانی در منطقه کلکچال باشند، اما فدراسیون کوهنوردی گفته که وضعیت همه مفقودها مشخص شده.
جستجو برای یافتن 7 خدمه یک شناور باری ایرانی که 2 روز پیش در آبهای خلیج فارس واژگون شد ادامه دارد. این شناور از عمان به مقصد بندرعباس در حرکت بود که نزدیک جزیره لارک دچار مشکل شد و پیام شرایط اضطرار مخابره کرد. روز بعد شناور به صورت واژگون پیدا شد، اما هنوز از سرنشینان آن که 6 نفرشان ایرانی بودند و 1 نفر هندی اثری نیست. بعد از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از امضای طرح کمک‌های مالی کنگره خودداری کرد، میلیون‌ها آمریکایی از دریافت کمک هزینه بیکاری در دوران شیوع کرونا محروم شدند. آقای ترامپ با پرداخت پول به بعضی از گروه‌ها در این طرح 900 میلیارد دلاری مخالفت کرده که از حمایت جمهوری‌خواهان در کنگره هم برخوردار است. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آقای ترامپ را به شانه خالی کردن از مسئولیت متهم کرده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. صف‌هایی که در آمریکا هر روز طولانی‌تر می‌شوند. صف آنهایی که از طبقه متوسط به جمع فقرا اضافه می‌شوند و نیازمند کمک‌های قضایی سازمان‌های خیریه هستند. این صف در لس آنجلس. کووید 19 کسب و کار را تا حد زیادی تعطیل کرده است و میلیون‌ها نفر به فقر کشانده. و این تصویب لایحه‌ای 900 میلیارد دلاری در کنگره. Merry Christmas. کنگره در روزهای اخیر بعد از ماه‌ها بن‌بست با لایحه‌ای برای پرداخت کمک هزینه به افراد در این دوران کووید موافقت کرد. همکاری نادر بین 2 حزب عمده برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن فقر در آمریکا. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان گفت این قدم اولی است در مسیر کمک‌های بیشتر. اما دونالد ترامپ حالا با این لایحه که با امضای او میتوانست به قانون تبدیل شود مخالفت کرده و از امضای آن خودداری کرده. و اینجا به سؤال خبرنگاران هم درباره اینکه چرا این کار را کرده پاسخ نداد. او بعد در توییتی نوشت: من میخواهم به مردم بزرگمان هر کدام 2000 دلار داده شود و نه مبلغ ناچیز 600 دلار که در این لایحه آمده. این رو او اینجا هم تکرار کرد و گفت از کنگره می‌خواهم که پرداخت‌های غیر ضروری را هم در این لایحه حذف کند، از جمله کمک‌های خارجی دولت. این اولین بار بود که او بعد از ماه‌ها در این باره از خواستش برای مبلغ معینی صحبت می‌میان آورد. مبلغی که حالا ممکن است کنگره آن را بررسی کند و شاید هم تصویب. اما فعلا مبلغی که قرار بود از شنبه دیروز پرداخت شود پرداخت نخواهد شد. 14 میلیون نفر از این کمک هزینه محروم خواهند شد و گفته می شود 5 میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر خواهند رفت. در این روزگار عجیب و بی سابقه با رئیس جمهوری که هنوز ظاهرا به دنبال شهرتش است و حتی ماندن در کاخ سفید. کسرا ناجی، بی بی سی. از همکارم سامع فرزانه در واشنگتن پرسیدم اختلافات کنگره و دولت آمریکا بر سر این طرح چه تأثیری بر زندگی مردم این کشور گذاشته. همونطور که توی گزارش کسرا هم دیدیم، آدم‌های زیادی الان در آمریکا احتیاج پیدا کردن به کمک‌های دولتی. برآوردی شده که از ماه جون یا جوان تا همین ماه نوامبر که 1 ماه پیش بوده، حدود 8 میلیون نفر دیگه به تعداد فقرا در ایالات متحده افزوده شده و وقتی که اومدن این دانشمندانی، کسانی که کارشون این چیزاست، رصد کردن این تغییرات اجتماعی، اونها اومدن دیدن و دارن میگن که در 60 سال گذشته که آمریکایی‌ها دارن فقر رو دنبال میکنن و اندازه میگیرن، میگن که در 60 سال گذشته این بی‌نظیر بوده، این میزان افزوده شدن به تعداد فقرا. و خب برای کشوری که چندان هم معروف نیست به اینکه کمکی بکنه به مردمی که نیازمند هستن، مثلا مثل کشورهای اروپایی که خب برنامه‌های سوسیالیستی بسیاری دارن، اینجا توی آمریکا می‌بینیم یه دفعه این مسئله باعث دردسرهای خیلی زیادی برای مردم میشه. امکانات کمک رسانی به اینها وجود نداره. حتی یک چیزی که اضافه کرده به مشکل اینه که از تابستان به این طرف ما می‌بینیم که دولت اون حقوق بیکاری که به مردم میداد که قبلا مثلا حدود هفته 900 دلار بود، الان رسونده به هفته 300 دلار و همون هم داره قطع میشه. این باعث شده که یه مقداری فشار روی مردم بیشتر
بیشتر بشه. سام کوتاه لطفا، این امضا نکردن این قانون چه سود و ضرری واقعا داره برای آقای ترامپ که روزهای آخر بودنش در دولت رو داره میگذرونه؟ ببینید، آقای ترامپ موفق شده بود طی این سالهای که هر چیزی رو به نفع خودش تغییر بده. احتمالاً این بار هم میخواد بخت خودش رو آزمایش بکنه و ببینه میتونه آیا این کار رو بکنه یا نه. او با اعلام اینکه میخواد پول بیشتری به مردم بده، میخواد اقشار کم درآمد جامعه رو با خودش همراه بکنه. کسانی که عموماً در میان طرفداران شاید میشه گفت حزب جمهوری خواه شاید نبودن، داره سعی میکنه حالا گستره بیشتری از افراد رو به خودش جلب بکنه و این شاید بهش کمک بکنه اگر بخواد سال 2024 برای ریاست جمهوری بره. و همینطور میخواد با این روش فشار بگذاره روی جمهوری خواهانی که مخالفت کردن با او و کمکش نکردن در این روزها برای اینکه بخواد تغییر ایجاد بکنه در نتیجه انتخاباتی که او شکست خورده در اون. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. واکسیناسیون کرونا در اتحادیه اروپا آغاز شده. هلال احمر ایران هم گفته که 1 میلیون دوز واکسن از چین خواهد خرید. در نتیجه خودداری دونالد ترامپ از امضای مصوبه کنگره برای کمک به آسیب دیدگان کرونا، حقوق بیکاری میلیون ها آمریکایی قطع شد. در ادامه این برنامه، گرد و خاک کردن ماشین های برقی برای آگاهی بخشی درباره تغییرات اقلیمی. در ایران، حسنن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تخلفات گسترده در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان به بخش خصوصی خبر داده و گفته به دلیل این تخلفات قرارداد مشمول فسخ شده. واگذاری نیشکر هفت تپه به مالک خصوصی به اعتراض‌های گسترده کارگران این شرکت و بازداشت و زندانی شدن عده‌ای از معترضان منجر شد. به گفته آقای درویشیان، دادگستری در حال رسیدگی به پرونده جرایم مالک فعلی شرکت است. از همکارم امید منتظری درباره آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه پرسیدم. هفت تپه به نقطه خیلی مهم و تعیین کننده رسیده. تو این سالا خواست زیاد داشتن کارگرها، از جمله معوقاتشون، آزادی زندانیا، بازگشت به کار کارگران اخراجی، ولی یک خواست اصلیشون بود و اون خلعیت از مالک خصوصی شرکت بود که امروز در حول و حوش اینه که رسیدگی بشه. یعنی هیئت داوری سازمان خصوصی سازی مشغول رسیدگی به این موضوع. اظهار نظری هم که امروز رئیس سازمان بازرسی کرده باز میگرده به همین موضوع، که یک خبری شایعه ای ازش بیرون اومدش که بر اساس همین هم اظهار نظر کرده رئیس سازمان بازرسی که اونجا مسئله خلعیت رد شده، ولی در این حال گفتن که این در واقع در واگذاری و در اداره شرکت هفت تپه اینقدر خلاف‌ها محرز بوده که در واقع میشه گفتش که به اندازه فسخ بوده. با این حال، با اینکه گفتن محرز بوده اما نگفتن فسخ شده و همه منتظر نتیجه هیئت داوری هستند. بالاخره اون هم توی در مورد یه شرکتی که مالکیتش الان به شدت وضعیتش مبهمه و از دو تا مالک اصلیش یکیش تو زندانه و امید اسدبیگی هم که آزاده با قید وثیقه آزاده، ولی متهم یکی از پرونده های بزرگ ارزی ایرانه. گفتی مالکیتش الان وضعیتش مبهمه، اگر مالکیت شرکت های خصوصی لغو بشه، مالکیت هفت تپه به چه کسی واگذار میشه؟ من همین الان داشتم با منابع کارگری هفت تپه صحبت میکردم و میگفتن که در صورتی که این خلعیت اتفاق نیفته، ما قطعا برمیگردیم توی اعتصاب، ولی امیدوار بودن اگه خلعیت اتفاق بیفته کارگران بتونن به صورت شورایی در مدیریت کارخانه دخالت کنن. ولی چند تا سناریوی دیگه هم هست که من خیلی خلاصه اگه بگم، یکیش اینه که خب یه هیئت گذاری تشکیل شه، مثل همون دورانی که در واقع کیان تایر اعتصاباتش بودش و یه هیئت گذاری به چرخونه. یکی دیگه‌اش اینه که احتمال داره که در واقع به سازمان‌های شبه دولتی واگذار بشه، اون موقع کار ممکنه سخت‌تر بشه اگه به شرکت‌های وابسته سپاه واگذار بشه، ولی در این حال میتونه به شرکت‌های خصوصی دیگه هم واگذار بشه. همکارم امید بود که توضیح میداد. در منتظری در بازی نهایی لیگ برتر باشگاه فوتسال افغانستان، تیم اتحاد هرات قهرمان این رقابت‌ها شد و برای نخستین بار جواز حضور در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا را به دست آورد. این رقابت‌ها برای نخستین بار و با حضور 10 تیم باشگاهی برگزار شد. علی حسینی از کابل گزارش میده.
جام باشگاه‌های فوتسال لیگ برتر افغانستان در دستان تیم اتحاد هرات پس از یک بازی پرگل. رقابت نهایی بین تیم‌های اتحاد هرات و صداقت کابل برگزار شد، بازی که در آن 8 بار دروازه‌های دو تیم باز شد. فقط امروز هست دیگه فرصت. سبزپوشان هرات توانستند 5 گل به ثمر برسانند، در مقابل آبی پوشان پایتخت 3 گل زدند و این سوت آخر بازی جام قهرمانی لیگ برتر فوتسال را راهی هرات کرد. رقابت‌های باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان 10 روز قبل با شرکت 10 تیم از ولایت‌های متفاوت آغاز شد. 3 تیم از کابل، 2 تیم از هرات و تیم‌هایی از شمال، شمال شرق، جنوب، جنوب غرب و مرکز افغانستان در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند. رقابت‌هایی که به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان نخبه‌های خوبی را معرفی کرد. ما امیدوار شدیم که از داخل فوتسال افغانستان بتوانیم بازی کن جذب کنیم. ما در طی چند سال گذشته بیشتر متکی بودیم به مهاجرین افغانستان در ایران. سطح فوتسال ایران خیلی بالاست و مهاجرین ما آنجا خیلی خوب با فوتسال آشنا شدن و کمک زیادی هم به تیم ملی کردن. اما این رقابت ها نخبه های خیلی خوبی را برای ما معرفی کرد از داخل فوتسال افغانستان. فوتسال افغانستان در سطح آسیا یکی از مدعی‌ها هست. به غیر از ایران که ما را در چندین مسابقه رسمی برده، من فکر می‌کنم ما در مقابل سایر تیم‌های آسیایی یک تیم قدرتمند در سطح منطقه هستیم. تیم اتحاد هرات قهرمان جام باشگاه‌های لیگ برتر افغانستان حالا می‌تواند برای نخستین بار از افغانستان در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا نمایندگی کند. کیفیت رقابت‌ها خیلی خوب بود، کاش زودتر از این برگزار می‌شد. فوتسال افغانستان متأثر از فوتسال قهرمان آسیا یعنی ایران هست و در گذشته هم لیاقت و کیفیت خودش در رقابت‌های آسیایی ثابت کرده. ما بسیار امیدوار هستیم که تیم قهرمان افغانستان بتواند در رقابت‌های باشگاهی آسیا نتایج در خور بگیره، هرچند کشورهای دیگه در رده باشگاهی حداقل سرمایه‌گذاری‌های بسیار هنگفت انجام دادن. ما نسبت به این تیم بسیار خوشبین هستیم. بیرون از سالن فوتسال و روی چمن از لباس تمرینی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان رونمایی شد. با رنگ‌های سیاه، سرخ و خاکستری. تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های رسمی کماکان از دو رنگ سرخ و سفید استفاده می‌کند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرده که دور دوم مذاکرات صلح در قطر ادامه خواهد یافت. این شورا گفته کشورهای تسهیل کننده صلح افغانستان به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا از میزبانی قطر حمایت کردند. پیشتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری گفته بود که این دور از گفتگوها باید در افغانستان انجام شود. مذاکرات صلح حدود 3 هفته برای مشورت هیئت‌های دو طرف با رهبرانشان متوقف شد و قرار است 9 روز دیگر از سر گرفته شود. بارش برف در 10 ولایت افغانستان گذرگاه مهم سالنگ را بسته و ارتباط ولایت‌های شمالی این کشور با کابل را قطع کرده. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها اعلام کرده تا زمانی که طوفان فروکش نکند و جاده ایمن نشود، این شاهراه به روی خودروها مسدود خواهد بود. پروازهای داخلی و بین‌المللی هم مختل شده. لوئیس همیلتون قهرمان بریتانیای مسابقه های اتومبیل رانی گراند پری شاید با ماشین های پرمصرف فرمول 1 شهرتی به هم زده باشد، اما از علاقمندان یک نوع دیگر از اتومبیل رانی هم هست. مسابقه های موسوم به اکستریم ای، جایی که برای رقابت های نفسگیر و هیجان انگیز از ماشین های برقی استفاده می کنند. گزارشی ببینیم از جاستین رولت. این ماشین ها SUV های برقی هستند. طرحی از طراح نامدار فرمول 1 آدریان نیوی. 400 کیلووات نیرو تولید می کنند. معادل 550 اسب بخار و در بعضی از دشوارترین محیط های کره زمین مسابقه خواهند داد. What my attention to Extreme E is
the great places that it's going to go to and raising awareness for. چیزی که توجه من رو به اکستریم ای جلب کرد نقشش در بالا بردن آگاهی نسبت به موضوعات اقلیمیه. ما چالش های بزرگی پیش رو داریم و در جهت خوبی حرکت نمی کنیم. بله تغییراتی هست. دولت میگه فقط ماشین برقی استفاده کنید ولی این شاید فقط یک مشکل رو حل میکنه و یه مشکل دیگه ایجاد میشه. من دارم سعی میکنم تا حد امکان تکنولوژی ماشین های برقی که به کمک این مسابقات بهتر میشه رو یاد بگیرم. ولی فکر نمی کنم این پاسخی برای همه مشکلات ما باشه. But that I don't think is the answer to the whole issue that we have. The idea is to show just how. هدف این است که نشان دهند ماشین‌های برقی تا چه اندازه می‌توانند پرقدرت و مفرح باشند و آگاهی نسبت به تغییرات اقلیمی را بالا ببرند. با برگزاری مسابقه در محیط‌هایی که تحت تأثیر این تغییرات بودند. این مسابقات در گرینلند، آمازون و بیابان‌های عربستان سعودی برگزار خواهد شد. همچنین اکستریم ای مدعی است که اولین تورنمنت اتومبیل رانی با برابری جنسیتی است. چهار تیم هر کدام با یک راننده مرد و یک راننده زن. شتاب ماشین ها کاملا متفاوته. نیروی بیشتری از ماشین های بنزینی دارند. البته صدای ماشین ها هم کاملا متفاوته. اینجا اون صدا رو نداریم. فکر می کنم ماشین برقی رو ترجیح میدم چون نیاز دارم که تغییراتی بدم. مخصوصا این روزها که تغییرات اقلیمی نزدیکه. تمام تجهیزات اکستریم ای از راه دریا با این کشتی پست سلطنتی بریتانیا سنت هلنا منتقل می شوند. بخشی از انرژی مورد نیاز برای مسابقه ها با پنل های خورشیدی متحرک تولید خواهد شد. با آنها هیدروژن تولید می کنند که روز مسابقه وارد سلول های سوخت مثل این خواهد شد که برق تولید کنند. طراحان این تکنولوژی کم کربن می گویند به این ترتیب در سراسر جهان مشتری پیدا می کند. با کنار گذاشتن ژنراتورهای گازوئیلی رایج در سراسر جهان و به کارگیری سلولهای سوخت در کشتیها از کربن فراوان حاصل از صنعت کشتیرانی کاسته میشه. حالا سوال اینجاست، آیا این تورنمنت به وعده‌ای که میدهد عمل میکند؟ تردیدی نیست که این مسابقه ها کربن غیر ضروری تولید خواهند کرد، ولی همزمان نشون خواهند داد ماشین های برقی چه توانایی هایی دارند. پیام مهم دیگری هم خواهند داشت. انقلاب به کاهش کربن نیازی نیست که لزوما کسل کننده باشه. مسابقه های اکستریم ای بهار آینده در عربستان سعودی شروع خواهد شد. جاستین رولت، BBC نیوز. ممنونم از اینکه تماشاگر تلویزیون فارسی BBC هستید.